20 سال طول خواهد کشید تا جا بیفته. بنابراین اون چیزی که در دنیا بهش میگن حالا اجتماعی به زبان ما، تو ایران یه 40 سال دیگه طول خواهد کشید تا جا بیفته. اگر الان شروع کنیم. سوال بعدی لطفا به این سیل سوال تو اومد باید من هم خدمتون اگر گفت به ازایی همده از من درمون برم به ترگرشون خود من درم جامعه هستم، اما برمیگرده به مسئله فلسفی علم و اون هم این هستش که حالا به تعبیری در زمان زندگی میکنه که اصل پایی دو جنبه داره این سوال شما. یکی که مثلا فرض کنید وضع موجود در ایران دنیا چجوری است، وقت مثلا من اینجا میگم کسی که فلسفه علم میکنه تو ایران به این راحتی شغل پیدا نمیکنه، و اگر بخواد در دنیا جای شغل پیدا بکنه خب باید خیلی مهارت ها داشته باشه که بتونه. این یه معنی اجراییش، یه معنی انتظاریش که صحبتش اون برا میشد یا میشد استنباط کرد که بالاخره چه خواهد شد. من هیچ وقت توی کلیشه ها نمیتونم فکر بکنم مثلا علم محوری پایان دوره فلان، من نمیتونم یعنی چی جور چیز هم برای استنباط خودم رو میگم. بالاخره وقتی کسی در زمین علم میخواد فکر بکنه نم کار تخصصی کنه، خود به خود وارد فلسفه شد، یعنی یه چیز فلسفه علم داره حرف میزن. من خودم هیچ وقت فکر هست. یه چیزی به این عیس خواهد بود. بفرمایید. به این سوالتون نزدیک بوده که ما برای اینکه هیچگاه عقلانیت مدرن رو درک نکردیم و اونم به خاطر اینه که علم مدرن رو نفهمیدیم. خواستم اگه میشه این مقدار باز کنید، چون من هیچ وقت اون باز شدنش رو متوجه نشدم. اینکه منظورتون از عقلانیت مدرن چیه؟ آیا ما خرافه پروریم؟ آیا منطقی نیستیم؟ انتقاد پذیر نیستیم؟ اون عقلانیت مدرن که از علم مدرن گرفته شده دقیقاً چی هستش که ما هنوز توش عقب مونده؟ خیلی ممنون. من سعی می‌کنم خیلی ساده باز خلاصه بگم، ولی در نوشته‌های من فراوان هست دیده. به خصوص این بخشش توی اون کتاب مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه، اونجا تو اجزای نزدیکیمون که میگم ممکن من که خودم دارم میگم مدعیم، پس من تو ایرانم دیگه البته ما میفهمیم، ولی وقتی میگم ایران منظورم که اگر ما مثلا فرض کنیم که نمیدونم 100 تا دانشکده فیزیک داریم یا مثلا 2000 2500 تا هیئت علمی فیزیک داریم،
تا وقتی به 10% که در دانشگاه نرسیدم من دیگه نمی‌فهمم. 10% میشه مثلا 400 نفر، 200 نفر دیگه، 40 نفر حالا چه جوری دیگه میشه 1%. خب پس این وجود نداره تو علوم انسانی، من نمی‌بینم. حالا رشته دیگه من میشه. یه جنبه دیگه داره، اون چیزی که فرایندی که در دنیا بهش میگن علم، علم دانش نیست. دانش تو کتاب است، دانسته های علمی تو کتاب است، دانش علمی. من تو ایران این دانش علمی که در کتاب آمده علم تلقی میکنه. یعنی سیاست گذاری علم، پول خرج کردن فلان، نمیفهمیم چرا مثلا فرض کنید که یو برای پروژه علمی 10 میلیارد یورو فرض کنید هزینه میشه. 10 میلیارد یورو که کل بودجه پژوهشی ما در سال تو ایران مثلا 1 میلیارد نمیرسه. نمیفهمیم چگونه اتفاق میفته. چرا انقدر هزینه میکنه؟ چرا سنتی بزرگترین مرکز تحقیقاتی دنیا است وقتی اعلام میکنیم ما یه سرعت نوترینو کشف کردیم بیش از سرعت نوره، کسی قبول نمیکنه. انسان جهیده کرد ما این هنوز درکش نمیکنیم. یک بحث که شما تو دانشگاه شریف هم خوبه رو بهانه همین کتاب مناسب برگذاشت رو کردیم که حالا من شنوانده بودم مشکلی کنم، ولی فکر میکنم با دوستانی که مجاستان هستان جالب ما اینجا خیلی رو هم دانشگاه صحبت کردیم، هم دانشگاهی صحبت کردیم، شما هم تو مناسب هم در حالا صحبت قبلی که داشتیم مشخصا اعلام کردیم که ما هنوز بیرون دانشگاه نداریم. اون چیزی که هست اصلا دانشگاه نیست. ما دقیقا برسیم به چیزی که بهش بتونیم بگیم دانشگاه، هنوز خیلی فاصله داریم. ما اون چیزی که داریم حتی اکثر مدرسه علمیه، مدرسه یکی که در واقع در حوزه دانش علم داره کار میکنه. دوست داشتم که حالا اینجا هم مطرح بشه و چون دوستان رسانه بعدا روش کار کنن، تحقیق کنن که به نظرتون چرا ما تو بودن دانشگاه نداریم و فکر میکنیم که چه پیش نیاز و چه راهی رو باید بریم که برسیم به اینکه بیرون واقعا دانشگاه رو همه درست باشه. دیگه چه بکنیم یه مسئله دیگه از شدید به همون پرسشی که بود اجتماعی بود چه بودیم به وجود آورد که گفتم با چه کاری تر مثلا چه رو کار بیم. اینکه دانشگاه نداریم به این معنی که بسته دیده که ما دانشگاه شکلی تعریف بکنیم دیگه. اگر از اون تعریف اشاره شروع کنیم خب این همه دانشگاه بود ایران داریم به این معنی 2500 دانشگاه داریم، به این معنی مثلا 200 تا 400 داریم. خب به این معنی خب داریم، ولی نه، اگر دانشگاه به این معنی بگیریم که الان بعد از چند صد سال هر سوالی داشته باشه میگیم مال وزارت نیروی، مال وزارت بهداشت، اینا مال خب میرید برای سراغ کارش میرید، ولی چیزی باقی میمونه دیگه. هم از اینکه ماده چیه، کهکشان چیه، آفرینش چیه، تا نه هر چیزی دیگه دیگه بخش های اجرایی موجود یا نهادها نتونن پاسخ بدن. خب ما هم چیز دانشگاه تو ایران نداریم، هیچ وقت تعریف نکردیم. از روز اول که دانشگاه تهران تأسیس شد تا ما این دانشگاه رو اینجور تعریف نکردیم. تعریف کردیم یک مکانی از جنس مدارس دیگه قبلا بود، بوده اسمش حوزه علمیه بود، ولی این مدرسه‌ای که دانش علمی مدرن رو درس میده خب میشه مدرسه دیگه. آموزش دانشگاهی به خصوص اون 4 سال اول که در سراسر دنیا تقریبا به این سمت رفته، آموزش علمی یک مهارتی است که جامعه هم نیاز داره و هر جامعه خودش تعریف میکنه. مثلا اونجوری که حتی فیزیک رو توی آلمان درس میدن با اونجوری توی کالج کامپیوتر درس میدن متفاوت، نه بمیدن که اصولش فرق بکنه، ولی نگاه میکنن جامعه آلمانی مثلا فرض کنید در صنعت چی احتیاج داره، چه مهارتایی میرن به اون سمت، یه مقدار تطبیق خودش میدن با نیاز دانش، با نیاز جامعه. یه بخشیه، ولی این کار مدرسه است. خود دانشگاه در جهت چگونگی پاسخ به پرسش‌های جامعه نوع آموزشش رو هم تعیین می‌کنه. ما که همچین چیزی نداریم. ما در بهترین شرایط میگیم ببینید ما داریم همون چیز رو درس می‌دیم، دانشگاه ام‌آی‌تی هم درس می‌دیم. همون کتاب‌های داریم درس می‌دیم، دوره درس می‌دیم، همون رو ترجمه می‌کنیم. خب قبول اینو، بقیه‌اش چی؟ کدوم دانشگاه ما این کار می‌کنه؟ حالا تو خود دانشگاه شریف که من این رو به مثلا 50 سال تأسیسش صحبت می‌کردم، خب خودمون نمی‌دیگه، در خودمون بودم که مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، مشهد ناراحت نشه. ولی ما که گفتم داریم کتاب رو درس می‌دیم. راهش هم معلومه چی باید بشه. سلام خدمت از آقای بهروشی باید تشکر کردیم. من فقط می‌خواستم از آقای
بریلوان که فیزیکدان مشهوری کتاب زده نسبیت نوشته و و و و ولی جامعه شناسا که اینو متوجه نمیشن. ولی ببینید من چون خوندم جامعه شناسی نداریم که تاریخ نسبیت خوب درک کرده باشه. من با خیلی شاخص میگم و میگم انگشت بزنم که کجا اشتباه. یه یادش همین دو سه ماه پیش نوشتم وقتی دو تا متخصص تاریخ علم اما تاریخ نسبیت نوشتن گفتم کجا اشتباه کرده اصلا متوجه نشدن مثلا در سال 1955 کشف موسفاو چه اثری گذاشت و چه چیزهای دیگر منتها بعضیش واقعا خارج از اینجا میشه من این حق رو قبول ندارم آخرین سوال از آداب و احترام دارم خدمت جامعه دکتر و همه عزیزان سوالی که من دارم خدمت حضورتون مطمئن حساب این تاریخ اصلی تدریس هست و جامعه به عبارتی دانش آموزی خیلی در ارتباط هستم سری سوالات این چنین و آیا شما این به یک پیشرفت میدونید به عنوان حالا کسی که جدا از فضای آکادمیک در حوزه ترویج علم هم بالاخره بسیار شناخته شده هست آیا این دوم سوال این هستش که چرا وقتی ما توضیحات بنیادی رو میدیم این شک، این عدم پذیرش قلبی در اون دانش آموز واقعا اتفاق نمیفته یعنی درسته من دلیل رو میگم منطق رو میگم اما باز هم در عمق دلش ناآرام هست مثلا به دلیل علمی که بهش دادم و باز هم به سراغ شبهات میره نه به سراغ جدیدترین دانسته ها و اکتشافاتی به وجود میاد این چیزی که حالا حداقل من تو فضای دانش آموزی که مواجه هستیم من با همکارانم به نظر شما این تفکر نقاد هست یا نه این پسرفت به حساب من بهتر این رشد همون تفکر نقاد یا رشد پرسشگریه مدیرا عادت نداشتیم به پرسش همیشه من تربیت میکردم بزرگتر هرچی گفتم بپذیرین دیگه حالا چه جنبه مذهبیشو میگیرین چه غیره و من خودم معتقدم همیشه در کلاس هم اینجور بوده هیچ سوالی
خیلی متشکر. یک بار دیگر از دکتر منصوری تشکر میکنیم بابت دعوت کردن ما، همچنین از استادم